آخرین جزئیات از درگیری حمید خراسانی با حسیب قوای مرکز. وقوع آتش سوزی مهیب در بادخیز. قطع برق 8 ولایت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. آتش سوزی در یک بازار در بادغیز 2 میلیون افغانی خسارت مالی بر جا گذاشت. در نتیجه آتش سوزی چندین دکان در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیز، دست کم نزدیک به 2 میلیون افغانی خسارت مالی برای مالکان این دکاکین بر جای گذاشت. مالکان این دکان ها می گویند که دلیل اصلی این آتش سوزی شارتی لین برق بوده است و تمام اموال دو دربند دکان در این آتش سوزی کاملا از بین رفته است. آنها می گویند که این آتش سوزی شب گذشته پنجشنبه 16 جدی در منطقه گنج بازار شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیز رخ داده است. به گفته آنان در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. چند پیش نیز برخی دکانهای چوب فروشی در این ولایت به دلیل نامعلوم آتش گرفته بود. در این حال آماج نیوز گزارش می دهد درگیری میان نیروهای طالبان و چریک های جبهه مقاومت در پنجشیر آغاز شد. منابع با آماج می گویند که نیروهای طالبان به رهبری حمید خراسانی در ساحه عنابه پنجشیر بالای نیروهای مربوط به حسیب قوای مرکز حمله کردند و درگیری هنوز هم جریان دارد. آماج نیوز همچنان گزارش داده بود درگیری شدید پنجشیر. آمر امنیت جنگ در پنجشیر را با آماج تایید کرد. عبدالحمید خراسانی، آمر امنیت پنجشیر، در پیام با آماج درگیری شدید امشب را تایید می کند، اما در مورد تلفات درگیری چیزی نمی گوید. در درگیری امشب طالبان با مقاومتگران از سلاح‌های سبک و سنگین کار گرفتند. از سوی هم 8 صبح گزارش داده بود ادای عمله جبهه مقاومت بر قصر شاهی جبل‌سراج طالبان تکذیب کردند. جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود ادعا می کند که افراد آنان بر قصر شاهی ولسوالی جبل‌سراج در ولایت پروان حمله کردند. حامد سیفی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی به روزنامه 8 صبح می گوید که این حمله حوالی ساعت 7 جمعه شب 16 جدی رخ داده است. به گفته وی در این حمله چندین تن از افراد طالبان کشته شدند. سیفی اما در مورد رقم دقیق تلفات این درگیری چیزی نمی گوید. برخی از منابع مردمی در ولسوالی جبل‌سراج می گویند که شب گذشته در مربوطات قصر شاهی این ولسوالی حدود 10 دقیقه درگیری شدید به وقوع پیوست است، اما مسئولان حکومت محلی طالبان در ولایت پروان ادای جبهه مقاومت را رد می کنند. شمس الرحمن صدیقی، سخنگوی والی طالبان برای ولایت پروان، در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت فقط چند فیر پراگنده برعرق شد و بس. و در پایان، قطع برق 8 ولایت. با گذشت بیش از 15 ساعت هنوز عارضه تخنیکی پیدا نشده است. 8 صبح پروان. بیش از 15 ساعت از قطع برق 8 ولایت می گذرد، اما مسئولان در ریاست حوزه برق ولایت پروان می گویند تا هنوز عارضه تخنیکی را پیدا نکردند. محمد عارف احمدی، رئیس حوزه برق ولایت پروان، در صحبت با روزنامه 8 صبح می گوید که در حال حاضر به شمول بخش های از کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر برق 8 ولایت دیگر نیز قطع شده است. به گفته وی برق وارداتی ازبکستان از ساعت 7 تا 30 دقیقه جمعه شب 17 جدی تا کنون به دلیل بروز عارضه در یک لین برق وارداتی، این برق از ساحه در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان قطع شده است. و اضافه کرده است که تیم های ریاست برشنا در حال جستجوی عارضه هستند، اما تا کنون موفق به رفع آن نشدند. مسئولان تاکید می کنند که با رفع این عارضه تخنیکی برق وارداتی 8 ولایت وصل خواهد شد. با فرارسیدن زمستان، با وجود قراردادهای تازه شرکت برشنا با کشورهای ازبکستان
و تاجکستان برای واردات برق، پرچاوی برق در پایتخت و برخی از ولایات افزایش یافته است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.